دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرد آخرین نتایج طبق بررسی تحولات بشر دوستانه در یمن حکایت از آن دارد که آمار افرادی که از ناامنی غذایی رنج میبرند به 13,200,000 نفر رسیده است. همکارم در این زمینه گزارشی تهیه نموده که در ادامه با هم میبینیم. در گزارش جدید سازمان ملل آمده است که بیش از 13 میلیون نفر در مناطق مختلف یمن از ناامنی غذایی رنج می‌برند. این وضعیت در نتیجه ادامه توقف موقت توزیع کمک‌های غذایی از حدود 7 ماه گذشته یعنی نوامبر 2023 تشدید شده است. این گزارش می‌افزاید در میان این تعداد 4,700,000 نفر از ناامنی غذایی در سطح اضطراری رنج می‌برند. این چهارمین مرحله از طبقه بندی یک پارچه ناامنی غذایی IPC4 است که در یک خانواده 5 نفره هر 5 نفر با شکاف‌های شدید در مصرف مواد غذایی مواجه هستند و در نتیجه منجر به سوء تغذیه حاد و شدید یا افزایش مرگ و میر می شوند. دفتر اوچا همچنین خاطر نشان کرد که توقف توزیع کمک ها ناامنی غذایی را در بسیاری از مناطق یمن به ویژه برای خانواده های فقیری که متکی به این کمک ها بودند تشدید کرده است. مصرف مواد غذایی در پایین ترین حد ممکن در بین نیازمندان از پایان سال 2023 تا فوریه 2024 از 23% به 38% افزایش یافته است. در نتیجه فراگیر شدن مصرف ناکافی مواد غذایی آمار نیازمندان از 58% به 66% افزایش یافته است. در این گزارش هشدار داده شده است که تداوم توقف موقت توزیع کمک‌ها احتمالاً منجر به وخامت بیشتر وضعیت امنیت غذایی خواهد شد. به ویژه در 48 منطقه ویژه با اولویت بالا که شاهد وخامت سریع در طول دوره این توقف توزیع بودند. 24 منطقه با نیازهای حیاتی نیز به حمایت‌های ویژه تغذیه‌ای که ممکن است سطح سوء تغذیه در میان کودکان و نرخ بالای کوتاه‌قدی در میان آنها را افزایش دهد، در حال حاضر یکی از بدترین مناطق در جهان توصیف شده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل تأکید کرد که علارغم حمایت شرکای بخش امنیت غذایی و کشاورزی و برنامه جهانی غذا 3,800,000 نفر از 12,800,000 نفری که در سراسر یمن به کمک نیاز دارند در اولین فرصت ممکن نیاز به حمایت فوری و بدون وقفه دارند. با این حال نیاز فوری به پر کردن شکاف مالی 170 میلیون دلاری برای از سرگیری توزیع کمک‌های غذایی بشردوستانه در مناطق شمالی وجود دارد. علاوه بر آن 80 میلیون دلار برای اطمینان از ادامه کمک‌ها تا شروع مجدد فعالیت‌های برنامه جهانی غذا نیز برای تداوم اقدام‌های بشردوستانه ضروری است. در این خصوص صحبت کوتاهی داریم با علی نظری، سردبیر روزنامه مستقل از تهران. سلام و عرض ادب. آقای نظری، به عنوان یک فعال سیاسی و رسانه‌ای بفرمایید با توجه به فجایعی که برای مردم یمن در حال رخ دادن است و از آن سرزمین تحت عنوان بدترین نقطه در دنیا برای زندگی ذکر شده، چه راهکارهایی برای پایان دادن به این فاجعه انسانی در این کشور مسلمان از نظر شما وجود داره؟ الله الرحمن الرحیم. با سلام بر شما و همه مخاطبان تلویزیون امام حسین علیه السلام. به هر حال جنگ
بدترین پدیده ایست که در دنیا اتفاق میفته، چون ما در ایران خودمون 8 سال در معرض شدیدترین جنگ بودیم، بسیار تلفات دادیم، بسیار سرمایه های اجتماعی کشور از بین رفت و میتونم بگم در مدار توسعه جنگ چیزی اندازه 50 سال کشور ما را به عقب انداخت. طبعا کشور فقیری مثل یمن که امروز متاسفانه میلیون ها نفر بر اثر جنگ در این کشور خانه خراب شدن، ویران شدن، به کشور خودشون رو مجبور شدن ترک کردن، باید طرفین جنگ کوتاه بیان و به فکر مردم باشن، چون دیگه تاب‌آوری مردم یمن در قبال این جنگ خانمانسوز به سقفش رسیده. امیدواریم دعای ما اینه که انشالله شر جنگ و جنگ افروزی از سر کشورها و بلاد اسلامی انشالله دور بشه. ممنونم از شما. علی نظری، سردبیر روزنامه مستقل از تهران.